هموطنان گرامی، بزرگواران، خانواده عزیز، سلام بر شما. بحث امروز ما بر اولین بار بحث روی نکات عمده است که در کتاب ضد ملی و ضد علمی دوم سقاوی مطرح شده است. این کتاب در سال 1377 در چه بگویم استاد بارش خانه ما آمد. بعد از تفاهم در اونجا نیم ازی در خانه خودش و نیمش در خانه ما ترجمه شد در سال 1377. دکتر وداد بارش این کتاب ترجمه نکرده، به اساس فیصله که ما کردیم چون اردیم آسیب پذیر بودیم در پشاور، ترجیح داده شد که دکتر وداد بارش این نامش به نام به اصطلاح ترجمه شه به نام خود بگیره که خود بارش صحبت کرد با ایشان و چنین شد. ما تقریبا به طور غیر مستقیم در جریان نوشتن اینمی کتاب به واسطه اسماعیل یون بودم. ما در انجمن نویسندگان افغانستان یکدیگر میشناختیم، از روابط همدیگر آگاه بودیم. کار نشر این کتاب به وسیله اسماعیل یون در تماس با زرین انزور در آلمان سامان داده شد. ویراستاریش استاد عبیبالله رفی به عهده گرفت. البته چیزایی است که رهنورد صاحب هم خبر داشت، استاد باختری هم خبر داشت، اینا در جریان بودن. و نشر کتاب بر اولین بار از طرف یک نهادی از در آلمان به نام دی افغانستان کلتوری ودی تولنه اونا دادن. رهنورد یک سال بعد بر ما گفت که ما به زرین انزور گفتم که یک اشتباه تاریخی را شما مرتکب شدین. در این گپ رهنورد بسیار یک چیز قایم و دائمی نیافته است، بسیار دقیق گفته بود. به دلیل از اینکه اینمی کتاب ضربت سختی به همزیستی در افغانستان وارد آورد، این کتاب همچنان ضربه جبران ناپذیر و قضاوت دیگه اقوام نسبت به یک دیگه وارد آورد. چرا؟ یک مثال بسیار ساده، تا امروز هیچ پشتونی نگفته و ننوشته که اینمی کتاب یک سوژه باطل و همچو یک بام ساعتی است، از پروفیسور تا یک متعلم. فادروان احمدشاه مسعود چی گفته بود؟ گفته بود که وقتی ما روی صحنه سیاسی تاریخ افغانستان آمدم، این کتاب مختص علی من نوشته شد. و چی دقیق گفته بود؟ ایره در کتاب مسعود در نبرد استخباراتی آوردیم. باز روایت شادروان فهیم دشتی بر ما گفت، میگه ما بر مسعود گفتیم که چطور مقابله میشه با این کتاب. او گفته بهترین راه مقابله با محتوای سیاه کتاب ضد علمی و ضد واقعیت ای است که تا که میتانه میره تکثیر کنه. چیز مایرانه است. برام این کتاب وقتی هم که نوشته می شد، ما با اسماعیل یون تقریبا در یک بلاک بودیم در گلاباد. ما در جرم با این کتاب از روی روزنامه ها و از روی تاریخ باطل و دروغ نوشته شده و یک رشته قیاس هایی است که بیشتر با عصبیت آمیخته است. به همین خاطر ما گفتم که به نظر ما این کتاب ضربی سختی به جامعه پشتون زد، مثل که غنی خاین پشتونا رو در بدر کرد. خب در این کتاب حال ما در بحث امروز عبدالناصر نورزاد پژوهشگر امور سیاسی و تاریخی و نثار احمد شیرزای کنشگر مسائل سیاسی و تحلیلگر مسائل روز، ما این مسئله را چند نکته از این کتاب به عنوان یک آغاز مطرح میکنم. سوال اول ما
اول متوجه شیرزای صاحب است که در این کتاب آمده که پشتون ها یک قوم اکثریت است و همواره مورد بیمهری حاکمان پشتون تبار قرار گرفتند. در حالی که سایر اقوام به خصوص تاجیکا که سکان قدرت در دست دارند، شما این تخته موضوع رو سعی کنین، تاجیکا سکان قدرت در دست دارند، همواره به نام ملیت تحت ستم حق پشتونا رو میخورند. یک چیزش اینی است، شیرزا صاحب شما آغاز بکنید. جناب مامون صاحب، درود و حرمت خدمت خود، خدمت نوروزاد صاحب و بینندهایی که ما را میبینن و میشنوند. اجازه بدین اول سر این موضوع بحث کنیم که این کتاب چرا نوشته شد، این کتاب از کجا منشا گرفته، آیا این نامای مستعاری که نویسنده های کتاب است، آیا امینا واقعا ابتکار کننده نوشتن امی کتاب هستن یا دستای پشت پرده است. دقت کنیم، شعار میانتیهیه که در زمان داوودخان آمد، دا پشتستان زمون. این شعار پاکستان اساسیت برانگیز شد در از پاکستان. پاکستان به خوبی میفهمید که اگر در افغانستان به می شکل بگذاریم، افغانستان زمینی از افغانستان زمینی از این مساعد میشه تا پاکستان تجزیه شد. بنان پاکستان از زمون زمان دست به اقدامات علیه افغانستان زد. روایته که یکی از دوستای امروزم قصه کرد، تا سال 1360 هجری شمسی در مناطق خیبر پشتونخوا یا همی صوبه سرحد که اینا میگن، حتی فوجی های پاکستان آمده نمیتونستن، پشتون ها اینجا حاکم بودن، یک تسلط داشتن، یک ترس اراز دولت مرکزی پاکستان داشت از مناطق پشتون نشین. نظامی ها اگر میخواستن این طرف بیان، اینا لباس تبدیل میکردن، نمیتونستن با لباس نظامی بیان. اما روی هم رفته، پاکستان اونجا گروپ ها ساخت تا ایدمی حاله که تحریک طالبای پاکستان از بخاطر که نظامی های خود به بهانه مختلف جا به جا کنه اون مناطق در کنترل گرفت. حالا آستاستا پاکستان دید که از اون مرحله که احساس میکرد پاکستان تجزیه شده، از اون مرحله برآمد، دست به اقدام عزیزت که باید به افغانستان چی شکل به تجزیه بکشن. پاکستان و ایسای در فکر تجزیه افغانستان است، اما چی شکل باید تجزیه شود؟ شعار تجزیه یا جداسازی یا خواستن اقوام به چی شکل طرح شود و این بدنامی تجزیه را به گردن کی پرد؟ ایسای به خوبی می فهمد که مالکین اصلی سرزمین کیها هستند. آیسای و پاکستان به خوبی میفهمه که چیگونه تفرقه اینجا ایجاد کنه و ذریعی کی اسماعیل یون، سلیمان لایق و امثال از اینا که در نوشتن از این کتاب اثر داشتن و نوشتن و نامشان باز یک نام مستعار نویسنده شماندن، اینا همش عالی دست آیسای بود و کسانی که وقتی که کتاب نوشته میشه هم خاموش میمانند، نوشتن از این کتاب کاملا در تبانی و دستور آیسای به خاطر تجزیه افغانستان است. میفهم آیسای وقتی که کتاب هر تاجک بخونه، هر هزاره بخونه، هر ازبک بخونه، هر ترکمن بخونه، اینجا همون حس استقلال طلبی یا حس که مالک اصلی سرزمین ما هستیم اضافه میشه، مردم قیام میکنه، بالاخره سرحد به مو تجزیه میرسه و مو تهمت تجزیه یا بدنامی تجزیه را چیگونه به گردن اقوام غیر پشتون بیاندازن. بنابراین یکی از عوامل یا یکی از ترفندهایی که آیسای استفاده کرد نوشتن اینمی کتاب است. یعنی نوشتن این کتاب اگر قرار باشه با گفته شما که آیسای داشته باشه، فایدهش به پاکستان چی است؟ من براتون با اون سب گفتم، وقتی که پاکستان به فکر تجزیه افغانستان باشه، پاکستان در فکر ضعیف ساختن افغانستان باشه، ذریع موره های خود مثل که در سالهای قبل کار کرد، حالی هم یکی از طرفندهای پاکستان نوشتن همی است و از طرف دیگر در این منطقه پشتون برتری نشان بده، برتری جوی قومی، همون حس برتری جوی قومی پشتون ها
در یک جای خب یک چیز است که این قبلا هم همین مسائل رویاتی که در کتاب دوم سقاوی مطرح شده در دوره سلطنت هم بود از همون وقت آغاز شد. عینی چیز حرف ما بر سر ازی است که همیشه از نام پشتون به عنوان یک شعار استفاده شده. ما در افغانستان مواجه هستیم با یک اقلیت اقوام. اقلیت اقوام وقتی که میگیم چه پشتون است، چه هزاره است، چه ازبک است، چه تاجک است، یک اقلیت خائن همیشه دارن اینا. اقلیت خائن بین خود بر سر گرفتن امتیازات و قدرت درگیر است. اینی مسائل که مطرح میشه فقط و فقط اساسش که مثلا ما اکثریت هستیم، شما اقلیت هستیم، در حالی که از نظر احصایه و تاریخ احصایه رو ما در افغانستان میبینیم که هیچگاه کدام جمعیت شماری در افغانستان صورت نگرفته. اینه میتونه اوایی یک گپ مندازن. این چیزا کلش یک بازی سیاسی به وسیله اقلیت خائن است. مردم بدنه یا به اصطلاح بدنه اجتماعی پشتون یا ازاره تا گیری خبر نداره. فقط گپ، کل گپ سر 500 نفر یک طرف است، 500 نفر دیگه طرف. وقتی که وحدت ملی هم میشه، وحدت ملی رو وقتی که میبینی، وحدت ملی بر سر دزدی میباشه، بر سر تقسیم چند چی میباشه. اما گپشون به این شکلی است که مثلا در دوم سقایی مطرح میشه، یک عصبیت آفرینی است. در این کتاب مثلا میگه که تاجک سکان قدرت در دست داره. چی وقت؟ در کجا؟ مامون صاحب، همین کتاب هم اجازه بتین عرب عرب شهروند افغانستان وقتی کتاب مطالعه میکنه، حتی امو پشتون با وجدانه که اگر این کتاب مطالعه کنه میفهمه که این کتاب چی ضرره به اقوام افغانستان، به خصوص به پشتون ها میرسه. این کتاب چگونه پشتون ها را منزوی میسازه، چگونه سایر اقوام از پشتون ها دور میسازه و چقدر دروغ و فتنه در این کتاب است، هر پشتون با وجدان که کتاب رو بخونه میفهمه. اما همین اقلیت خائن که شما میگید، آیا این اقلیت خائن چند نفر؟ اسماعیل یون اگر نویسندهش است، سلیمان لایق در زمان اول حکومت طالبای کتاب نوشته میشه. طالبا خب به هر حالش حالا معلوم است زمان، البته هیچ سندی و هیچ ادعای علی مرحوم سلیمان لایق وجود نداره. در این قسمت او چیز او خود در این رقم کتاب های بسیار پیش پا افتاده درگیر نمی کرد. او یک ادیب و یک کتاب نویس معروف بود، یک شاعر. فکر نمی کرد در جمله نویسندهایش وقتی که متن پشتونش همی خانید، در جمله نویسندهایش نام سلیمان لایق هم ذکر شده. خب سلیمان لایق هم از جمله کسایی بود که در لبو حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان به خاطر امو تحکیم پایه های نشنالیستی یا برتری جوی قومی اقدامات بسیار کرد در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، که من خودم یکی از اعضای از اون حزب بودم و هستم، خاطرات دارم. اسم سلیمان لایق و دوباره پسرش غرزه لایق در راستا فعالیت هایی داشتن که این هم حداقل اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان از این فعالیت های اسماعیل یک پرونده است که پرونده است که مربوط به اسم گذشته برمیگرده. پس ما خب نورزاد صاحب، شما نگاه شما در این رابطه چی است؟ دقیقا اکثریت نمایی یک بازی سیاسی است، درست؟ این بازی سیاسی به وسیله چند نفر سیاستمدار صورت میگیره. سیاستمداری که وقتی که میخواست از ولسی جرگه یک رای بگیره یا در پارلمان بره این مسائل مطرح میکرد، حتی آدم جرگه لوی جرگه به اصطلاح جرگه های سابقی کار میکردن، بعدا این تصریح پیدا کرد تا امروز. اینا تاجیک چی وقت قدرت در دست داشته که اینا میگن قدرت اینا در دست دارن تحت ستم ماستیم؟ این که من نفهمیدم این چه رقم عقل است. یا مثلا اکثریت در کجا تثبیت شده؟ ما خواهد از نظر در ایسای رسمی که به رسمیت شناخته شده باشه، انجام شده باشه، ما ندیدیم. یعنی گیریم که میره اسماعیل یون نوشته کرده باشه. اسماعیل یون خو گمان نکنم که قدر آدم کم عقل باشه که اینی مسائل مطرح بکنه. این صرفا این کتاب به اصطلاح
مثل یکی چی جور شده؟ مثل که یک بلتر در یک بارود پرتی قصدی کار شده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما مومن صاحب و شیرزاد صاحب گرامی. ببینین ما کتاب مکمل مرور کردیم. کتاب چند بخش در مد نظر میگیرم و با مد نظر داشته بخشایی که نویسنده قصدی یا عمدی یا کار تیمی یا جمعی است به سه هدف بسیار عمده را متمرکز میشنن. اول برنامه را تشریح میکنن، راهبردها را تشریح میکنن و بعد از او امی ایده را که باید اینا را جان بده یا جان مایه شایی را برای میدان میکشن. وقتی ما از سرشماری یا از اقلیت یا اکثریت صحبت میکنیم، متاسفانه به دلیل بیش از 14 جنگ و وضعیت نامناسب هیچ دولت و هیچ نظام سیاسی قادر نبوده تا اکثر شماری را برا بندازه و در اونجا معلوم بسازه که کی اکثریت است کی اقلیت است. حتی فیصدی که امروز اعلان میکنن مورد شک و تردید قرار داره. وقتی پشتون ها از در قدرت بودن تاجک ها صحبت میکنن، من مطمئن هستم کسی که این نظریه را مطرح میکنه میخواد او یک استفاده ابزاری بکنه و یک دلیل بده برای اکثریت بی خبر جامعه پشتون که از واقعیت های بالای امی جمعی که خدا در حقیقت ایلیت پشتون میگیرن بی خبر هستن، به اونا یک ذهنیت میدن. چرا؟ به خاطر از اینکه در طول تاریخ و مخصوصا در تاریخ معاصر افغانستان در 275 سال گذشته اینمی ذهنیت همیشه زنده بوده که ما شما میتونید با کارت قومی سکان قدرت از دست داشته باشید و پشتونا زودتر سریعتر و بسیار روشمندانه‌تر متوجه حقیقت شدن. به این حساب وقت ما یک نظریه جمع امی نظریات را جمع بندی میکنیم و یک نویسنده یک خواننده یک نسبت به او قضاوت میکنه، یک دید بر ما دست میده که خب اگر فرض کنیم اسماعیلیون یا مثلا حسن کاکر یا سلیمان لایق یا دیگرا در این مسئله شریک نبودن، حداقل یک گروهی است که کتاب نوشته و بسیار ببینید به حد با ظرافت با هوشمندی نوشته شده، بسیار ساده با کلمات ساده گورا بتن در خور جامعه بی خبر پشتون تا یک ذهنیت شکل بدن. تا زمانی که شما ذهنیت شکل نتین، تو داره به دنبال تان نکشونین، هیچ عمل هیچ برنامه سیاسی و هیچ هدف سیاسی محقق شدنی نیست. پشتونا درست این موضوع را تشخیص دادن و سرزی کار میکنن. سقوی دوم با چند دین بسیار زیاد برنده و تیز با کلمات بسیار ساده میخواه یک هدف مشخص داشت باشه. اولی که پشتونا به صورت کل وقتی شما کل کتاب مرور میکنین، هدف عمده و اساسیشون تاجیک ها بوده و تاجیک ها کیا را چهار نفر بسیار عمده را اینا انگشت شمار نشانی میکنن. در حال شما از لحاظ توانمندی و ظرفیت و کادرهای سیاسی و فرنگی و اهل قلم و کسایی که صاحب تفکر اندیشه بودن، جامعه تاجیک فراوان از این غنایم داشته. مثلا شروع میکنن از امیر حبیب‌الله کلکانی، یک نمونه از اونها میتن. بعد میان امیر پیوند میزنن با مرحوم ببرک کارمل. شما ببینید که پس دوباره ای به گونه زگزاکی میره به طرف شهید استاد پروفسور برهان‌الدین ربانی و بعد از این با قهرمان ملی. وقتی شما این امی حرکت زگزاکی را متوجه میشه، اینا در واقع پیوند زدن دو طیف چپ و راست است که کوشش میکنن در آخرین تعلیل تقابل و تصادم و در برابر هم قرار گرفتنشان یک سبقه و جنبه قومی بدن. یعنی به مهارت خاصی کتاب نوشته میشه، چند تضاد ایدئولوژیک و فکری را کوشش میکنه در کارت قومی مثل خودشان پیوند بده. متوجه حقایق زمان کسی میشه که ببینیم که امیر حبیب‌الله کلکانی، بعد مرحوم ببرک کارمل، بعد شهید استاد ربانی و بعد از او قهرمان ملی با تقریبا با چهار یا سه دیدگاه متفاوت در میدان سیاسی آمدند و وارد عمل شدند و او هم ضرورت زمان بوده. وقتی اینا میگیرن همه این سبقه قومی میتن و بعد از او باز از برخلاف واقعیت هایی که در جامعه وجود داره پشتون ها را اقلیت تحت ستم ببینید، یک تناقض است. یک بار میگه ما اقلیت تحت ستم هستیم، بار دیگه ادامه میکنه ما اکثریت هستیم. نه، اون میگه که ما اکثریت تحت ستم هستیم، اینطور میگه. خب برداشت ما این است که به نوع در متون کتاب نشان داده میشه که ما همیشه تحت ستم بودیم، در حالی که اگر ما امو سیر تاریخی امی تضادهای قومی را که متاسفانه همیشه در سیاست یک کارت برنده بوده بررسی میکنیم، پشتونا همه را در قدرت بودن. درست است یک ارم اصلی از قدرت پشتونا تاجک ها بودن، این حقیقت غیر قابل انکار است، هیچ کسی را انکار کردن نمیتونه. چرا؟ نظر و توانمندی، فکر برازندگی تاجیک ها در میدان عمل، در میدان سیاست، در میدان
با وجود شکست ریخته و اشتباهات بسیار استراتژیک کلانی که امروز ما نتیجه‌اش می‌بینیم، در عرصه قلم، دانش، حتی در میدان جنگ، در عرصه سیاست و دیپلماسی، پشتون‌ها همیشه تاجیک‌ها را یک بخش جدانپذیر از داشتن قدرت در دست خود فکر می‌کردند. امروز اینا منکر این حقیقت هستند و اینا رد می‌دن به اینکه تاجیک‌ها همیشه در قدرت بودند و پشتون‌ها یک اکثریت به گفته شما و به زعم ما یک اقلیت معروف از قدرت سیاسی بودند. خب ما آیا شما فکر نمی‌کنید که این کتاب یک عصبیتی است که نشان می‌ده تاجیک مطیع، تاجیک دیوان سالار، تاجیک باگزاره که خطری به نظام سیاسی مثلا حاکم حساب نمی شد، بعد از ظهور مسعود و ربانی این تاجیک از چنگ به اصطلاح یعنی حلقه که از هژمونیسم حاکم برگردنش بود این حلقه را دور انداخته، خطا کرده خوده. و چرا خطا شده؟ من خود سراسر کتاب اینی که میبینم، شما چرا میبینید؟ ما مصاحب یک زمینه خود کتاب است، ولی ببینید تحولی که در 15 اگست آمد با واقعا یک جرقه بسیار کلانه خصوصا در بین تاجک ها ایجاد کرده. یعنی ما وقتی متوجه شدیم که سقوط یک سقوط عمدی و تحویلی یک جنای قدرت از یک قوم به بخش دیگه از زمین عین قوم بوده، این ما را متوجه بسیار از واقعیت های تلخ می سازد. اما این کتاب که 25 سال پیش از 15 اگست پارسال نوشته شده. درست است. ولی ذهنیت از 25 سال پیش آماده کردن. یعنی شما ببینید پشتون‌ها باید دید استراتژیک اینمی روند دنبال کردن. روند سیاسی همیشه دو بالادار مستمر و حوصله‌گیر است و اینا با درک این مسئله همین موضوع را آماده کردن و ذهنیت به میجا رساندن. ببینید عبدالله محب در کجا مشاور امنیت ملی جمهوریت و تماسش با خلیل اقوانی تبانی و زدبندهایی از قلب این نظام وجود داشته. به خاطر چی؟ به خاطر که روایاتی که امروز بیرون داده میشه که ساعت سوق میشن قابل تایید نیست، این نشان میده که دولت غنی در کل همین تیم سه نفره جمهوری سر شک و اراس و تردید و یک نوع ترس از به قدرت رسیدن تاجک ها داشتن و این مسئله بسیار در اون مسئله داغ بوده. شما سراسر کتاب وقت مرور میکنین به نام تاجک چیز را یاد نمیدونم، به نام فارسیوان یاد میشه. چرا؟ به خاطر که عمدی از کلمه فارسیوان به خاطر دادن یک ذهنیت سازه، یک تعریف مشخص از دشمن به زعم خودشان بر خور جامعه بیخبر پشتون میتن. یعنی وقتی شما از تاجک صحبت میکنین پشتون ممکن به سالیا زیاد متوجه اساسیت موضوع نشن، ولی وقتی شما مسئله پشتو و فارسی رو در میدان میکشین اونجاست که باز عصبیت به وجود میره و اساسیت خلق میکنه. درزای صاحب نورزاد صاحب پناه اشاره کرد که این کتاب در واقع بیانگر یک نوع قابلیت استراتژیکه، اما نخبه پشتون در بحث قدرت است، یعنی چیزایی که اینا مطرح میکنن یک نوع قابلیت استراتژیک نشان میده. اما ما برعکس میبینیم در عرصه عمل این چه نوع قابلیت استراتژیک است که در عرصه عمل خطای محاسبه آشکار شده میره و یک نوع عامل بیداری اقوامی شده که این کتاب اونا را هدف گرفته. مامون صاحب نقطه بسیار اساس اشاره کردیم. اگر من پیشتر گفتم اگر پشتونه با ایجان این کتاب بخوانه با واقعیتش پی میبره، تمام اقوام افغانستان وقتی چندین جای از این کتاب میخوانه، اجازه بدیم یک قسمت تذیره میگیرم همین ترجمه شد. اینا آمدن گفتن حقوق اقوام اقلیت باید از طرف پشتون ها با در نظر داشت برتری منافع و حقوق پشتون ها مشخص و تعیین شود. هر حق و امتیازی که پشتون ها لازم دارند به اقلیت ها می دهند. اقلیت ها باید از مهربانی و اعطای بزرگانه پشتون ها خوش و راضی و ممنون باشند و دیگر دعوای حق و حقوق بیشتر نکنند. این اول شما اینی مسئله را مطرح بکنین که با توجه به چیزی که شما خواندین چی اثباته برای نشان دادن اکثریت یکی و اقلیت دیگه وجود داره تاله از نظر آماری و از نظر علمی و از نظر احصایه بین المللی. ما مثل وقتی که خواننده این کتاب میخوانه یا شنونده که یه حرف میشنوه خودش منطق هم میفهمه که در این سرزمین
نفوس شماری وجود نداره، اقلیت و اکثریتی وجود نداره، اما آنچه که ما در این وطن زندگی کردیم میبینیم، اگر یک جوان صنف 10 و 8 و 9 مکتب هم ببینه، تقریبا ولایت هایی که فارسی زبان ها هست نیم اضافی افغانستان است. یک آمار که امروز اتحادیه اروپا به نشر رسانده، در افغانستان که اتحادیه اروپا یا آمار بدون کدام مدرک نشر نمی کنه و در این شرایط اساس تاجکان تمام دنیا را به معرفی گرفته و از افغانستان حدود 17 میلیون تاجک در افغانستان آمار داده اتحادیه اروپا. ممکن مسخ نباشد زیاد یا ممکن مسخ باشد، اما وقتی که میبینیم که ولایت های فارسی زبان به چی اندازه است و پشتونشین به چی اندازه است، حتی در ولایت هایی که پشتونشین مثل گردیز، مثل جلال آباد، مثل لغمان، اینی ولایت ها را میبینیم که در اون جمع فارسی زبان ها و تاجک ها هست، به خوبی پی میبریم که اینجا قوم بزرگ اگر هست تاجک هاست نه پشتون ها، خود به خود یک احساس بدبینی و نفرت علیه اینمی کلمات به وجود میاد که برادر ببین مالک هستی سرزمین ما، قوم بزرگ ما، همیش ما در کنارت بودیم، در 270 سال حاکم این سرزمین همواره پشتون ها بوده، تاجک ها شما را قبول کرد به مسابقه برادر بزرگ یا به مسابقه که ما از طرفش همین موضوعات نگشتیم، جین برادروار زندگی میکنیم با یک عالم زندگی که آره شما این موضوعات در وقت تر همی کنید، این احساسات همی اقوام اضافه همی احساسات تحریک میکنه، خود به خود یک حس بدبینی علیه پشتون ها و حس از این نشان میده که نی اینجا منطقا من قوم بزرگ هستم که تاجک هستم، در کنار من هزاره هست، ازبک هست، ترکمن هست، اگر فیصل اگر زمینی هم ایره حساب کنیم باز هم پشتون شما قوم بزرگ نیستین، بنان در 270 سال هم حاکم اصلی شما بودین. آلی هم اگر در یک جای کتاب آمده که اگر قدرت سیاسی دست پشتون ها نباشه این کشور به طرف بیسماتی میره، بیاین تجربه که در 270 سال هم قدرت پیش شما بود، آن هم 15 ماست یک وزیر تاجک اگر هست نمایشی همه قدرت پیش شماست، باز بر سر وزیر تاجک نیست. یک چیز است که افغانستان اول باید ثابت شود که کشور است یا یک محدوده انتخابی است. این بعض علاید است. اینا را دینیم محدوده انتخابی به نام جغرافیای افغانستان، نفوس این کشور یعنی مجموعه از تکپاره های است که تکپاره های اقوام است که اقوام اکثریتش در دیگه کشور هاست، مثلا ازبک ها، مثلا پشتون ها، پشتون های پاکستان زیاد است، یا تنها ملیتی که در افغانستان نسبت به اصطلاح تکه بدنه مادر خود یعنی در تاجکستان زیاد هستند در افغانستان هستند. امروز میبینیم که پشتون افغانستان در بر مقایسه با پشتون پاکستان اقلیت است. این مسائل اونا چیز است. اگر ما پشت این گپا بگردیم دیگه نه در این کشور زندگی نمیشه دیگه، خلاص است. تو دست در خانه ما است و دست ما در خانه خودت. اینجا بازم برمیگردیم سر یک نکته که این قطبازی اقلیت خائن است. اگر نه ای هند ببینین، ای خود پاکستان، ای ایران چقدر مجموعه از اقوام است، اما این مسائل در بینشان این رقم مطرح نمیشه. این قطبازی اقلیت خائن است. ببینین اچکزیا را 4000 نفرش قتل عام کرده اینمی طالب. یک کسی از به نام محمود خان اچکزی از این خانهای دو سره پیسه دوست پولخور که از هم از افغانستان پیسه میگیره هم از آیسای، او میگه که کسی که به ضد طالب جنگ کنه ما چه کسی ما به نفع پاکستان به ضد کلگی می جنگیم. تا دین روزه از افغانا دفاع میکرد به این طرف، وقتی که از طرف حکومت غنی خائن برش پیسه میرفت. این اقلیت خائن در پاکستان در خصوصا در افغانستان است. مثلا دمی کتابی که ما شما مورد بحث ماست صاف و سری به شکل بسیار کودکانه
ضد علمی و بی سوادانه میگه که افغانستان صاحب دیگه نداره، تنها پشتونا صاحب این کشور هستند. ببینید یک کسی که کاملا عقل خود از دست داده باشه ایگه پا نمیزنه، فقط مازی از تاریخ منطقه خبر باشه ای گپ نمیزنه. ای گپ یک گپ استخباراتی است. مامو سر پیشتر یک موضوع شما اشاره کردین، یک نفر قول کردین از قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود، بسیار دقیق فرموده بودن، بسیار دقیق گفتن. اول خود دقت کنیم که وقتی که مسائل افغانستان رو میبینیم، وقتی که ما نوشتن چنین کتابای فتنه انگیز میبینیم که باز به فقید ببرکانر اینا توهین کردن، به امیر ابوالعلی کلکانی و به استاد شهید و استاد ربانی و قهرمان ملی، به یقین میفهمید که مسئله افغانستان همو جنبه قومی داره، بنا نه جنبه ایدئولوژی. باید به خاطر همو مقابله اوانه تا افراد شیطان صفت همه بدون از اینکه به ایدئولوژی خاطر کنیم، به خاطر تبار و به خاطر وطن باید همدست شویم. اما قهرمان ملی وقتی گفت که یک میتانه این کتاب تکثیر کنین، من از تمام دوستا خواهش می‌کنم این کتاب بخونید. این کتاب به خاطر بیداری ازاره، به خاطر بیداری تاجک، به خاطر بیداری ترکمن، ازبک، تمام اقوام افغانستان خواندن از این کتاب بسیار ضروری است. هر گاهی این کتاب می خوانن، این همی تاجک کتاب حال هم خو برده است، همی ازاره کتاب حال هم خو برده است، همی حال تحرک نداره، همی ازبکه که همیش دو خیر منفر دوم سیان باشم، تاجکه که در 270 سال دو کم خیر منفر دوم باشم، بیا تو برادر کلان بیا پیش بیا. این برای بیداری تمام اقوامی کتاب مؤثر است. این کتاب یک ضربه محکم به خود بدن پشتوناست، اما پشتونایی که وجدان بیدار دارد اینا هم بفهمند که کسانی در داخل شما هست به نام تیکداران شما که شما را به انزوا میبرند، شما را به بدنامی میبرند، و این کتاب زمینه رشد و بیداری سایر اقوام است که من توصیه میکنم اما باید این کتاب را بخونند. بسیار خوب نورزاد صاحب، در اینجا در این کتاب گفته میشه که پشتونا میشه حافظ منافع ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور است. باز میگه که میگه که سایر اقوام، یعنی به این لحن سایر اقوام مردمان معاملگر، بی غیرت و فاقد قدرت تصمیم گیری در کسب استقلال کشور بودند. اینجا بحث تاریخی است، اینجا بحث قدرت مطرح میشه، بحث وقایع اتفاقیه. شما ارزیابیتون از سه بود، به اصطلاح از سه زاویه چگونه ارائه میکنید؟ همسه وقتی که در سر و سر کتاب شما مرور بکنین، وقتی از سایر اقوام صحبت میکنن، من فکر میکنم که اشتباهی بوده که از طرف خود نویسنده هاشون، یعنی بسیار جا علنی و سریع تاجک ها را هدف قرار دادن. شما وقت پیشینه سیاسی تاریخی سایر اقوام ببینیم، بعد از شش جدی 1358 است که از آرام مثلا سطر ازم دارن قدرت سیاسی شامل میشن و نتجه یک تحول واقعیت انقلابی بود. قبل از او هزارا در قدرت سهیم نبودن و چه وقت هزارا معامله کردن مستندم؟ چون توان همی کار نداشتن. ازبک ها به می ترتیب پس یک رقابت غیر متقارن بین تاجک ها و پشتون ها بودن، یعنی هدفشان از سایر اقوام مختص مشخص فقط خود تاجک ها هست. وقت شما کتاب ها مرور میکنین، از لحاظ راهبردی امیر راهبر را کتاب پیشنهاد میکنه چی میگن؟ میگه که سقوی اول امیر ابوالعلی کلکانی بود، سقوی دوم احمد شاه مسعود و استاد ربانی بود. شما اجازه ندین که سقوی سوم بیای روی صحنه سیاسی و الا اگه این دفعه بیای او را به معنای اضمحلال و مرگ پشتون تلقی میکنه. یعنی ببینین اینی است که باز ما متوجه هدف کتاب میشیم که اینا چی میخوان. یعنی میخواین یک هدف بسیار مغلق و ظاهر ساده را با چند کلمه عامیانه و ساده در خور یک جامعه بتن که با می ذهنیت اونا را آماده بسازن. در برنامه وقت شما پیش میرین در قسمت آخر که برنامه میتن و میگن چی باید بکنیم، پس تو واقعتا بزم از وجود داره چی باید بکنیم، پیش میرن با مشخص میرن مثلا سر قوم پنشیر، فکر میکنن میگن که خب مردم پنشیر اینطور بودن، این کار کردن، این کار کردن، باز با این رب میتن با سیاست های روس. من فکر میکنم مسئله روس ها، مسئله جنگ سر، تحولاتی که در 40 سال در افغانستان آمده،
این مسئله قومی نبوده، او یک به قدرت بود، منافع ژئوپلیتیک خود را دنبال میکرد. بسیاری از سران از حزب دموکراتیک خلق افغانستان پشتون‌ها بودند، پسان است که در نتیجه یک تحول، یک استاله تاریخی با سینمی تاجیک‌ها روی یک قسمت در قدرت سهیم میشن و تصمیم گیری میکنن، که وقت شما متوجه میشین عین معامله که در سقوط جمهوریت غنی بود در معامله سقوط حکومت دکتر نجیب هم بود. یعنی یک ماه دو ماه پیش رفی نماینده حزب اسلامی در وزارت داخله میره جای به جای میکنه، اینجاست که با جنرالای تاجیک مثل جنرال صاحب نبی عظیمی مرحوم و جنرال آصف دلاور، جنرالای دیگه، اینا متوجه این مسئله میشن و بعضی از کادرای دیگه که شیرزاد صاحب بهتر از ما اونا را میشناسه، اینا تصمیم میگیرن که خب حالا که مسئله قومی شده، از ایدئولوژیک بیرون شده، پس منفعت اینمی مردم تاجیک کجا است؟ اینی موضوعات یا کوشش میکنن یک رقم سابقه بتن، یک چیز به نام تاریخ رونمود بکنن که خب در طول تاریخ معامله گری هم یا کردن، مردم فاقد تصمیم گیری هستن، در حالی که در اساس ترین مرحله برای اولین بار است تاجیکا تصمیم میگیرن. بله. خب وقتی ما در برابر چنین آزمون بزرگ تاریخی قرار میگیریم، حال واقعیت ها برای ما برملا شده، میفهمیم که جانب مقابل نسبت به ما چی دیده داده، پس بیاین که در اینجا تصمیم میگیرن. اینا فقط کوشش میکنن به گونه وارونه با عنوان یک واقعیت تلخ تاریخی نشان بدن که متاسفانه در واقعیت اونطور نیست. بله. یک چیزی است که در بحث سیاسی، مباحث سیاسی 30 سال اخیر، گفتمان سقاوی در شامل میشه در بحث قدرت. اینمی کتاب گفتمان سقاویان، خب نسل اول سقاوی در یک نبرد نابرابر و در یک بنبست زودتر از موعد منکوب شد به وسیله انگلیس ها. در هم انگلیس دو طرف بازی میکرد، هم منکوک هم امانلا را به اصطلاح زیر پایش خالی کرد. کود یک بحث علایده است که امانلا بیشتر به عنوان یک مدیر ضعیف عامل بود. حالا بحث دوم سقاوی گفتین شما، اسماعیل یون یک دفعه مرا گفت که در پشاور گفت که شما سقاوی ها دیگه حالی چیز است دیگه، خواه ببینه در چیز سقاوی سیومه. خب ما برای گفتم که تو خود سقاوی سیوم میگی، از این بعد تاریخ افغانستان در هر مرحله یک به اصطلاح یک طوفان یا یک موج سقاوی را خواد داشت. این را حالا که در کابل است حرف مرا خواد بشنوه. برحال این گفتمان همچنان پابرجاست، عنوان میشه در رقابت با تاجیکا که به اصطلاح خود در برابر پشتونا در نظام قدرت یک بدیل حساب میکنن. در گذشته نبود، آله هست. این آله میبینیم که یک اقلیت خائن اقوام در این طرف قضیه، اقلیت خائن اقوام نه کل اقوام، در برابر اینمی دوم کتاب دوم سقاوی خاموش میباشن. بدلیل از اینکه اونم کسایی که وحدت ملی را در دزدی و غری بین خود تامین کرده بودن، وحدت ملی را در انحصار قدرت بین یک تیم بین خانواده خود محدود کرده بودن، اونا نسبت به این مباحث هیچ احساس مسئولیت ندارن. ما آل وقتی که این بحث مطرح میکنیم به خاطری است که بعد از 15 آگست پارسال دوباره اونمو چیزی که مثلا اسماعیل یون میترسید دوباره خطرش چاقتر از گذشته پیدا شده. شیرزای سب شما در این بار چی میگید؟ جناب مومن سب کابل دقیق همون خطر را که اینا احساس میکردن، همون خطر حال بزرگتر و بزرگتر انشاءالله هست، اون خواب خیال را که یون و امثالش میدید هم. اما یک موضوع را میخوایم بیشتر به ناتکمیل مان در مورد سلیمان لایق وقتی که صحبت میشه، شما کارکردهای ببرک کارمل ببینین ازاری که در 270 سال حاکمیت پشتونا در نظام بر از اینا از رتبه تورنی بالا اجازه نبود که در نظام باشن، اینا هیچ گاهی در اراکین قدرت نبودن. ببرک کارمل یک بار میایه یک ازاره را صدر ازم میشه،
زمینی رشد و روشنگری خب یک بحث ایدئولوژیک بود و یک چارچوب ازدیاد بود. در این زمان امی کسانی که به پشتونیزم بسیار علاقمنده است در قالب امی سلیمان لایق در سال 1364 در روزنامه کمسمول اولین بار در اون زمان که هیچ اجازه نبود که موضوعات تعصب و لسان و زبان و اقلیت و اکثریت کس مطرح کنه، اما با موچشم سفیدی سلیمان لایق در روزنامه کمسمول چاپ روسیه میگه، تشریح میکنه، صحبت میکنه از اکثریت قوم پشتون، یک پیام میده به روسا که در این سرزمین پشتون ها قوم بزرگ است. این صحبت های این کارا از حال نبوده، این طرح هست بسیار سابق در سر از اینا بوده تا رسیدن به این کتابی که اینا حال نستکنه. شیرزای صاحب یه امیکاش که مسئله قوم پرستی در افغانستان به معنای واقعیش وجود میداشت. مثلا من میگفتم که من مربوط اینی قوم هستم، اما وقتی که سر قدرت می آمدم لااقل امو قومی که من خودم منتصب به او می دانستم به خوشبختی و به آموزش عالی به یک اقتصاد بالا کار فعالیت می رسید. حال از اقوام وقتی که با قطعه قوم بازی می کنن وقتی که سر قدرت شد، اما اولین کسی که در خاک سیاه می شینه از گشنگی از فقر از ناداری ام قوم خودشان می باشد. اینجا ما این مسائل ایر ما از نظر به اصطلاح واقعی بینی ما این مسئله را می دانیم. بحث ما سر از این است که اینمی کتابی که این نوشته شد این کتاب یک کود استخباراتی است و کسی که ایر نوشته کرد مطلق به خدمت استخبارات است. درست است که یک عصبیت داره، شکستی که مثلا در تحولاتی که آمد یک نوع عقده میاره، تغییرات تاریخی در بحث قدرت عقده میاره، او مسئول این چیزها است. اما این را میبینیم که طالب امروز اینمی کتاب همیتو به اصطلاح گام به گام تطبیق کده میره، هم در دایکندی، هم در تخار، هم در پنجشیر، هم در خواجه باودین. نورزاد صاحب شما این ارتباط محتویات این کتاب سیاره با مانیفیست عملی طالب چگونه پیوند میزنه؟ اون صاحب پیش از این بیان یک سوال ساده از خودمون مطرح بکنیم که امی کلمه سقایی چرا یک تنه شده، یک لکه نرم ننگ به جبین ما شده؟ ببینین از سقایی کرده بسیار روای بزرگ ده مثل وطن فروشی، مثل عزت فروشی، فرهنگ فروشی وجود داره. نام طالب یک نام ننگیب است. همساله. بله. اینمیره همیشه اینا به عنوان یک نقطه ضعیف کوشش میکنم برای ما بکشم بدون از اینکه ما متوجه شیم. مثل که یک کسی پیشش نجاری باشه، شما همیشه او را به نجار صدا کنین و از یک شما او را نجار خطاب بکنین احساس شرم و حقارت بکنن. ما فکر میکنم سقوی بودن و او هم سقوی بودن به این که آب برسانه با مجاهدین در جریان جنگ استقلال خواهی خودش در واقع یک امتیاز است، یک افتخار است. باید ما باید اینمی ذهنیت از ذهن خود پاک بکنیم. سقوی دوما صرف به خاطر محساسیت های بسیار زیاد عامیانه یک در جامعه بوده، قصدی عمدی و بسیار سنجیده شده است انتخاب کردن اینا. سقوی دوم من فکر میکنم سقوی بودن به مراتب با افتخارتر از این که شما یک پیمان یا معاهده ننگینه با یک قدرت متجاوز اشغالگر امپریالیست امضا بکنین و بعد در نتیجه از او کشور به فروپاشی بره. وقتی شما در مورد ارتباط بین ذهنیت و فکر طالبانی امروز با اینمی مانیفیست سقوی دوم در واقع که در واقع مانیفیست سیاسی فکر سیاسی پشتون امروز در میدان میکشه میبینین تفاوت بسیار زیاد بایش نمیبینین. منتها شرایط فرق کرده و با من نظر داشت تغییرات و تحولات تاریخی و اساسیت های خلق میشه، میزان و حجم بیداری مردم و دانششان و درکشان از وضعیت مجبور میشن یک سلسله عملکردهای خود متفاوتتر از گذشته انجام بدن. امروز طالب بسیار روشمندانه عمل میکنه. وقتی شما میبینین منبره تریبیون خود قرار میده، دین استناد قرار میده، ولی در هدف چی میده؟ در هدف امو مانیفیست پشتون پیش میبره. یعنی وقتی شما بخواین تعمیل کنین تعمیل فرهنگ جنوب به شمال، اینمی در واقع یکی از تمهیدات همین کتاب است.
و یا ایست که مثلا وقت شما متوجه برنامه های آینده طالب میشین، مثلا بسیار با مهارت خاص با مرور زمان با حوصله مندی طالب ها اینمی تمهیدات همی کتاب ها که امروز هم امو اسماعیل یون و امثالش در کنارشان قرار دارن، برشان نظر میتن، فکر میتن، نظر به هر وضعیت یک پیشنهاد خاص میتن. کدام تفاوت زیاد بین مانیفیست پشتون به نام سقوی دوم که اون نمیتونن نمایندگی عام از کل پشتون ها بکنه، این را باید بگوییم که این نظر کل پشتون ها نیست، ولی نظر یک اقلیت است، یک چند نفر با یک فکر، با یک عصبیت، با یک گفته تاریخی شیشتن نموت یک نظر کوشش میکنن در واقع در خدمت جامعه پشتون قرار بدن و جامعه پشتون به ذهنیت خاصه، به یک سمت خاصه که مورد نظر خودشان سوق بدن. و این که شما میگین یک کود استخباراتی بوده میتونه، هیچ جای شک و تردید وجود نداره، همیشه استخبارات ها، همیشه پروژه های استخباراتی با من نظر داشته، این همون نقاط اجرایی میشن. و مسئله قومی در افغانستان متاسفانه یکی از زمینه های کاربرد این بازی های استخباراتی را همیشه در طول تاریخ فراهم کرد. بنابراین من این سوال در پایان برنامه مطرح میکنم که آیا با این اوصافی که ما شما در یک بحث مختصر خود برشمردیم، آیا افغانستان به این شکل افغانستان واحد باقی میمونه؟ شیرزای صاحب مامون صاحب، من اجازه در ابتدا همین موضوعی که شما یاد کردیم، من تذکر دادم که نوشتن از این کتاب یک برنامه استخباراتی است که عمدتاً در ایسای طرح شده و عامل نوشتهاشم حتی همین مصارف و همه موضوعاتش از طرف آیسای بود، چندین بار چاپ شد، همه موضوعات آیسای بود. با نوشتن از این کتاب و با خاموش بودن کسانی که خب اگر در زمان طالب نوشته شد، آمدن کرزایی که گفتم ایشاد که یک دموکراسی نسبی است، تمام اقوام دیگر نفر دوم تاجک بود، همه خاموش ماندن. کرزایی که هم مغرب فکر زیره میکرد که من یک آدم ایمیلی هستم، خاموش بودن کرزایی، چندین وزیر اطلاعات فرهنگ یا تبدیل و تغییر شد، این کتاب چندین بار نشر شد، همه خاموش ماندن. پس اونایی که ادعای زیره دارن که اونا وحدت ملی میخوان، همشون خاموش ماندنش نشان میده که اینا یک اقلیت خائن بسیار مزدور صفت و در اختیار اونمو استخبارات بیرون که حال طالبا اونمو شکل امیر تطبیق میکنه. از جمله اجازه بدین یک جایی از این کتاب آمده در مورد پنجشیر، اینا هم واره از پنجشیر یک اراز دارن، در این کتاب نوشته شده که باید مردم پنجشیر از اینجا کوچانده شوند و مناطق شرقی و جنوبی انتقال شوند و اینا در بین پشتونا باشد تا پنجشیری ها هر شبه در بین پشتونا دیگه همون نسب پنجشیری از بین بره و اون منطقه پنجشیر باید از پشتونا بگیره، کاری که عملا این میال طالب در پنجشیر و در جایی که حتی مناطق عبور و مرور شاره ها را میگن امیال میبینیم در سالنگ، چون این یک کار گرفته طالب ها کاملا تطبیق کننده تطبیق میکنند اینمی همین کتاب هم نوشته های همین کتاب اون اون برنامه و پلان های همین کتاب اینا تطبیق میکنن. اما به این شکل اگر اقوام دیگر خاموش بانن، اگر اقوام دیگر در مقابل نوشتن از این کتاب و اهداف از این کتاب و همون کارکردهای طالب خاموش میشینن، مانند 20 ساله که همه امکانات بود عالی دست شدن، یک بار دیگر عالی دست باشن، خاموش باشن، یقینا که دیگر نامی از تاجیک و ازاره و ازبک دیگه در این سرزمین نگیریم. اما اگر اینا به می مانیفست خود یا به می کار کرده خود با طالبا ادامه میتن و حرکاتی از جانب اقوام دیگه شوه، به یقین که افغانستان به این شکل نمیتونه که خانه مشترک همه افغانستانی ها باشه و اونمو برنامه‌ای که پاکستان یا استخبارات بیگانه میخواهد اینجا تطبیق میشه و لکی بدنامی تجزیه طلبی یا تجزیه افغانستان می اندازن بازم به گردن سایر اقوام. یکی از اهداف استخبارات است، اما برای جلوگیری از این باید اقوام سایر اقوام افغانستان بیدار شود، با بسیار زیرکی و هوشیاری حرکات ضد از این کتاب و ضد اعمال طالب باید است اینا تنظیم کنند برنامه. خب آل نورزاد طالب به عنوان مجری طرح
مجری طرحهایی که در کتاب دوم سقایی داده شده، طالب عملا به عنوان مجری وارد میدان شده. آیا موفق میشن؟ اون صاحب یک موضوع بسیار مهم است. بر فعلا برنامه نمیست تا طالب مجری نمیست برنامه به خاطر یک دستسازی قومی در افغانستان شد. و وقت شما امی جغرافی های جنوب می کشانید مثل یک ماده چسمک به طرف شمال، در واقع نمی نشاندنده امیست که امی مانیفیست هم می خواهد اجرایی بسازند. ولی یک موضوع است، هر زمانی که من در برنامه قبلی هم گفتم کدام عامل بیرونی دیگه داخل این قضیه شود، او وقت است که بازی پروژه با بنبست مواجه میشن و با بنبست مواجه شدنش در واقع در خطر افتیدن جغرافیایی است که فعلا به نام افغانستان یاد میشه. طالب با من نظر داشت عملکرد امروزش، با من نظر داشت نقاط ضعفش، با من نظر داشت با سهیم شدن در پروژه که چندین صاحب داره، من فکر میکنم زیاد دوام نمیاره. به خاطر از اینکه طالب امروز اگر در درون ظاهرا نشان میده که یک واحد منسجم یک دست یک پارچه است که ظاهرا که حقیقتا اونطور نیست، در بیرون هم چندین دست سر از اینا کار میکنن. روسیه در این پلان شامل است، ایران در این پلان شامل است، پاکستان در این پلان شامل است، آمریکا در این پلان شامل است. هر زمانی که منافع از اینا در تقابل مواجه شد دیگه طالب ضعف شده، طالب از هم پشته و چیز به نام طالب وجود نداره. اگر فرض مثال این مساله واقع شوه و طالب نباشه، او وقت است که اینمی عصبیت قومی که امروز بسیار ریشه دوانده در جامعه افغانستان به عنوان یک مانیفیست بسیار قوی، یک ریشه بسیار قوی فکری در بین سایر اقوام افغانستان منجر به این خواهد شد که یا جنگ داخلی در از مدت ادامه پیدا بکنه، یا ایست که جغرافی افغانستان مانند یوگسلاوی های سابق بالکانیزه شوه یا چه قسم بگه توته توته و پارچه پارچه شوه. و در اون زمان باز مشکلی که پیش میاد ایست که متاسفانه از لحاظ جغرافیایی اقوام افغانستان یا نیتر نیست که مثلا عمدتاً شمال مربوط تاجیکاست، اونجا شما پشتون هم داره، نزبک هم داره، نظار هم داره و بطور به طرف غرب اگه شما میبینین به طرف جنوب میبینین و اینی باز بسیار مشکل جدی رو برای خود منطقه به وجود میاد. با تشکر از شما به پایان این بحث، نخستین بحث در باب کتاب زد ملی سقاوی دوم ما نزدیک میشیم. این کتاب نه تنها زد ملی است بلکه کامل، خب وقتی که با توجه به مسائل تاریخی، مسائل اجتماعی و واقعیاتی که در جامعه افغانستان وجود داره، یک آدم میبینه کتاب یک آدم بی سواد اما استخباراتی نمشته. با یک کود استخباراتی هست، ما حالی هم تامیلی هم باور دارم. در بحث های آینده ما از زوایای متفاوتی برای کتاب سیاه وارد خواهد شدیم. تا برنامه بعد ما شما را به خداوند می‌سپاریم.